سرخط خبرها و مهمترین ها. طالبان اجمل وفا معاون سابق شورای ولایتی لغمان را بازداشت کرد. جمهوری اسلامی ایران 4 زندانی افغان را اعدام کرد. دست کم 22 کشور مخالفت امریکا با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را تأسف‌وار خواندند. و همچنان در پایان بالاخره خبر کشته شدنش رسماً تایید شد. پاسخ اسرائیل به ایران، پایان بحران و بررسی سود و زیان. مشروع خبرها. اعضای خانواده اجمل وفا روز جمعه 31 آمل از بازداشت این عضو سابق شورای ولایتی ولایت لغمان به دست طالبان خبر دادند. آنها گفتند این مقام ولایتی سابق لغمان با اعتماد به فرمان عمومی طالبان به زندگی عادی در این ولایت ادامه میداد. اعضای خانواده آقای وفا به افغانستان درنشنل گفتند جنگجویان طالبان او را روز پنجشنبه از حوزه اول شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان با یک موتر رنجر نظامی با خود بردند. آنها گفتند اطلاعاتی که تاکنون به دست آوردند که نشان می‌دهد اجمل وفا بعد از بازداشت به لوای ارتش طالبان در لغمان منتقل شده است. هنوز طالبان درباره بازداشت این عضو شورای ولایتی سابق ابراز نظر نکرده است. خانواده آقای وفا میگویند هنوز به آنها توضیح داده نشده که او به چه اتهامی بازداشت شده است. به گفته خانواده وفا این عضو شورای ولایتی پیشین 8 ماه پیش از این نیز بازداشت شده و پس از آزار اذیت و شکنجه آزاد شده بود. جمهوری اسلامی 4 زندانی افغان را اعدام کرد. سازمان حقوق بشری هالووش خبر داد که بامداد پنجشنبه 4 زندانی افغان در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. هالووش نوشت این زندانیان در سال 1398 بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سپس از سوی دادگاه به اعدام محکوم شدند. این سازمان اسامی اعدام شدگان را زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی و ابراهیم نورزئی اعلام کرده است. گفته شده که زمان طاهری و سلام طاهری با هم برادر بودند. هالووش به نقل از منابع خود نوشت این زندانیان روز چهارشنبه 29 عمل از بند عمومی مرتبط با جرایم مواد مخدر به سلول انفرادی زندان وکیل آباد انتقال و از سرگاه روز پنجشنبه احکام اعدام آنان را اجرا کرده است. جزئیات بیشتر درباره این افراد گزارش نشده است. دست کم 22 کشور مخالفت امریکا با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را تأسف‌وار خواندند. در پی مخالفت امریکا با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل دست کم 22 کشور و سازمان بین‌المللی این اقدام ایالات متحده را تأسف‌وار خواندند. شمار از کشورها این اقدام امریکا را وحشتناک و برخی دیگر آن را غیر عادلانه خواندند. امریکا روز گذشته پیشنویس قطعنامه شورای امنیت را برای عضویت فلسطین در سازمان ملل را اوتو کرد. بریتانیا و سوئیس به این پیشنویس رأی ممتنع و 12 عضو دیگر شورای امنیت رأی مثبت دادند. جواد تحلیلگر در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد کویته دیگر خانه امن رهبر طالبان نیست. مولای محمد عمر مشاور رهبر طالبان، عضو نظارت شورای رهبری، رئیس مدرسه جادی قندهار و باشنده ولایت زابل بر روز دوم عید به خاطر دیدن فامیلش به کویته پاکستان رفته بود. نامبرده در تنش با پسرکاکایش در کویته پاکستان کشته شد. پسرکاکای وی افسر پلیس شهید جنرال رازق بود که بعد از سقوط به کویته پاکستان فرار کرد. اگر قندهار و در کل افغانستان امن است، چرا این آدم فامیلش تا هنوز در کویته بود؟ فامیل رهبر طالبان کابل نشین همه در کراچی و کویته هستند. تظاهر به دشمنی میان کابل و اسلام آباد دروغ بیش نیست. بی بی سی اردو به نقل از پلیس کویته محمد عمرجان آخونزاده شناسنامه پاکستانی داشت. درست پس از ترور محمد عمرجان آخونزاده مشاور حبت الله آخونزاده بی بی سی اردو به نقل از پلیس کویته گزارش داد که او شناسنامه پاکستانی داشت. پلیس کویته گفته آخونزاده امام مسجد سابقه دار در کویته بود و نه در یک خانه اجاره‌ای بلکه در خانه شخصی خودش در این شهر زندگی میکرد. به طور معمول کسانی که شهروندی این کشور را ندارند نمیتوانند در این کشور برای خود املاک خانه خریداری کنند. مقامات پلیس کویته به بی بی سی اردو گفتند تحقیقات درباره عوامل و انگیزه های قتل این روحانی ادامه دارد. یک مقام پلیس کویته گفته محمد عمرجان آخونزاده پنجشنبه شب توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد.
پلیس کویت هم میگوید محمد عمر جان آخوندزاده از مسجد در حال رفتن به خانه بود که چند فرد ناشناس سوار بر موتورسیکل به سوی او تیراندازی کردند و سپس پا به فرار گذاشتند. با گفته این منبع محمد عمر جان آخوندزاده بر اثر اصابت گلوله به سینه‌اش جان باخت. بر اساس اطلاعاتی که پلیس کویت ارائه کرده محمد عمر جان آخوندزاده 15 سال امام جماعت مسجد در منطقه کالین شهر بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با انتشار بیانیه رسمی از طرف گروه طالبان در شبکه اجتماعی اکس مرگ محمد عمر جان آخوندزاده را تسلیت گفت. سخنگوی طالبان و دیگر مقامهای این گروه در مورد این که محمد عمر جان آخوندزاده چگونه و به دست چه کسان کشته شده توضیح نداده است. بی بی سی اردو از عبدالحی بلوی سخنگوی پلیس کویته درباره پیوند محمد عمر جان آخوندزاده با طالبان افغانستان سوال کرده، اما آقای بلوی درباره اظهار بی‌خبری کرده است. رادیو تلویزیون افغانستان که توسط طالبان کنترل می شود بیانیه رسمی این گروه را پخش کرده که در آن کشته شدن محمد عمر جان آخوندزاده محکوم شده و قتل او جنایت بزرگ خوانده شده است. تا اوکنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت ترور این مقام طالبان را بر عهده نگرفته است. رادیو تلویزیون دولتی به طور رسمی از محمد عمر جان آخوندزاده به عنوان عضو اداره نظارت طالبان و آثار یک مدرسه جهادی این گروه در قندهار نام برده است. با این حال منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که او از افراد مورد اعتماد رهبر طالبان بود. با گفته منابع افغانستان اینترنشنال محمد عمر جان مشاور هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بود و در سالهای پسین در کنار ایجاد مدارس دینی در پاکستان عضو ارشد شورای رهبری کویت نیز بود. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در اثر 1400 لیسه میخانیک ولایت قندهار را به مدرسه جهادی تبدیل کرد و مولای محمد عمر آخوندزاده در رأس آن مدرسه قرار گرفت. این مدرسه در کنار قصر موندیگه قرار دارد، جایی که منابع از قندهار میگوید رهبر طالبان از آن به عنوان دفتر کاری خود استفاده میکند. منابع افغانستان اینترنشنال میگوید هبت الله آخوندزاده بیشتر مجالس خود را با قرائت چند آیه قرآن توسط این شیخ الحدیث آغاز میکرد. وال استریت ژورنال: رهبران حماس در حال بررسی نقل مکان از قطرند. وال استریت ژورنال با نقل از مقامهای کشورهای عربی نوشت همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی بر قطر رهبران سیاسی حماس در حال بررسی خروج از این کشورند. طبق گزارش رهبران حماس اخیراً با دو کشور منطقه جمله عمان درباره نقل مکان گفتگو کرده است. در ماه هود وال استریت ژورنال به نقل از مقامهای حماس و مصر گزارش داد که قطر رهبران حماس را تهدید کرده که اگر با توافق آزادی گروگانها و آتش‌بس در غزه موافقت نکنند آنها را از این کشور اخراج خواهند کرد. قطر در سال 2012 به گروه حماس که مورد حمایت جمهوری اسلامی است اجازه داد تا دفتر سیاسی خود را در دوحه تأسیس کند. این دفتر تا به امروز همچنان در دوحه فعال است. روابط با حماس قطر را به یک میانجی مهم در طول درگیری‌های حماس با اسرائیل تبدیل کرده است. با گزارش روزنامه آمریکایی علاوه بر بخش از کمک هزینه ماهانه 30 میلیون دلاری برای خانواده‌ها و سوق برای تامین برق، قطر حقوق بخش دولتی در غزه را نیز پرداخت می‌کند.